سلام سلام، من خدا هستم. آره، خود خود خدا. سقراط، افلاطون، ارسطو، دانشمندان بزرگ یونان باستان، هرچه می گفتند عین علم بود. مرز مشخصی طالب علمی اونها و عقاید و تصوراتشون نبود. بعدها برای زدودن مسائل غیر علمی و خرافی از علم، علم رو این گونه تعریف کردند که علم کسب دانش با ابزار مشاهده و آزمایشه. مشاهده باید بدون پیش فرض باشه و آزمایش باید قابل تکرار باشه. و علاوه بر اینها یک بیان علمی باید در خودش خاصیت ابطال پذیری داشته باشه. یعنی خودش نشون بده که چطور میشه اون رو رد کرد و الا علمی نیست. او به این ترتیب هر موضوعی که قابل تکرار نباشه یا نشه اون رو رد کرد، علم به حساب نمیاد. موضوعاتی مثل تاریخ و ریاضیات و بخشهایی از روانشناسی با این تعریف دیگه جز علم به حساب نمیان. اونها غیر علم هستند. اشکالی نداره. مباحث اونها همچنان مفید و قابل استفاده است. مثلا ریاضیات ابزاری برای درک علم فیزیک هست و دیگه فلسفه نه تنها علم محسوب نمیشه، بلکه دیگه نمیتونه در مورد حقایق هستی نظر بده. این که در اتاقی در بسته بشینیم و با فکر کردن به وجود حقایقی در ورای تصورات پی ببریم دیگه خریداری نداره. دوران این بحث های بی نیاز از مشاهده و آزمایش گذشته. کار علم اثبات نیست. کار علم تأیید و یا رد فرضیه هاست. بالاترین مرحله علم تبدیل فرضیه به یک تئوری محکم علمی است. همین، بگذاریم. و اما شبه علم چیه؟ شبه علم همون خرافاته که به صورت علم بزک شده تا مردم اون رو باور کنند. دروغی است که به عنوان علم حقیقی به مردم عرضه میشه. اگه مراقب نباشید گول میخورید. اما نگران نباشید. خصوصیات شبه علم کاملا آشکاره. میتونید اون رو از علم تشخیص بدید. چطوری؟ الان بهتون میگم. مباحث علمی ابتدا به صورت مقاله به مراکز و انجمنهای علمی ارائه میشه. اما شبه علم به جای گذراندن این مراحل ابتدا به مردم عرضه میشه. اساس اون به جای تحقیق تبلیغه. معمولا با گرافیک زیبا و هیجان زیاد تبلیغ میشه. ارائه اون جذابه. فیلم راز رو دیدید؟ اون یک نمونه خوب از شبه علمه. جذاب، دیدنی و سر تا پا دروغ. در شبه علم به مسائل و تجربیات شخصی اتکا میشه. مثلا میگه یک نفر در زندگیش ناموفق بود، بعد به حرف ما گوش کرد، خیلی موفق شد. شبه علم به سالهای دور ارجاع میده. مثلا میگه 200,000 سال پیش یوفوها، این موجودات فضایی، به زمین اومدند. خب این یوفوها چرا حالا پیداشون نیست؟ یا مثلا همین فیلم راز میگه اشخاصی از این راز باخبر بودند و اشخاصی رو نام میبره که همه مردند و دسترسی به اونها نیست. افلاطون، شکسپیر، نیوتن، هوگو، بتهوون، لینکلن، امرسون، ادیسون، اینشتین. شبه علم از وجود یک راز سخن میگه. مثلا همین یوفوها، وجودشون، اومدنشون به زمین و تأثیر اونها در تاریخ تمدن زمین همه رازهایی هستند که هنوز کشف نشدن. شبه علم پیشرفتی نداره. مثلا همین هومیوپاتی، روش درمان گیاهی، الان همون حرفی رو میزنه که 200 سال پیش میزد. شبه علم کشف کوچیکی اشاره نمی کنه. معمولا کشف اونها بزرگ و هیجان انگیزه. آیا یوفوها تاریخ انسان رو دستخوش تغییر قرار دادند؟ آیا علم های پیشرفته رو در اختیار انسان گذاشتند؟ در آینده چه نقشه‌ای برای زمین کشیدند؟ و از این قبیل سوالات هیجان انگیز. و یا هومیوپاتی، یک شیوه جدید درمانی در علم پزشکی است.
آیا راهی برای پیشگیری و درمان کامل سرطان داره؟ آفشب علم به تئوری توطئه باور داره. مثلا میگن آثار یفوها وجود داره، ولی سازمان سیا، ناسا و پنتاگون از افشای اون آثار جلوگیری میکنند. شبه علم معمولا به چند مسئله علمی صحیح هم اشاره میکنه، بدون اینکه ربطی با موضوع شبه علم داشته باشه. در لابلای مسائل علمی مطلب شبه علم خودشون رو غالب میکنند. مثلا فیلم راز ابتدا به قانون جاذبه و فراگیر بودن اون اشاره میکنه. شبه علم به باورهای قدیمی مردم تکیه میکنه. مثلا هومیوپاتی میگه با توجه به اینکه داروهای گیاهی هیچ عوارضی ندارند، چون میدونه که این حرف در بین مردم جا افتاده، مردم این رو باور کردند، در حالی که درست نیست. مواظب باشید فریب شبه علم رو نخورید. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من خدا هستم.